دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا. اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول. اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری. پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. من مهناز کاووسی هستم، مشاور املاک از شرکت ریمکس ماسترز. مهناز کاووسی، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. تلفن 604-779-4146. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند، خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. سالی هستش که کلاب ایرانیان SFU ایرانیان کلاب ران میکنم و ایدیای این ایونت از طرف بچه‌هامون اومد که گفتن که هم یه ایونت ورزشیه که دانشجوها یا غیر دانشجوها میتونن با هم رقابت کنن و همین که خیلی خوب میشه که یه رجیستریشن فی از بقیه گرفته بشه که بشه به عنوان فاند ریزینگ ازش استفاده بشه و بتونیم به خیریه بدیم. که اولین خیریه هم که به ذهنمون رسید خیریه پردیس بود که تو ونکوور فعالیت دارن نزدیک 2 سال هست و همه این پول به این خیریه منتقل میشه. تیم‌ها خیلی مختلف بودن، هم از دانشگاه UBC بود، هم از دانشگاه SFU بود، هم کسایی بودن که حتی دانشجو نبودن، شاغل بودن و از طریق فیسبوک پیج ما از این برنامه مطلع شده بودن و تیماشون رو رجیستر کردن. 8 تیم شرکت کردن و این ایونت از ساعت 9 صبح بود تا ساعت 3 بعد از ظهر در SFU. ما توی انجمن دانشجوانمون برنامه‌های مختلف داریم که یکیش همین برنامه‌های ورزشی هستش. برنامه‌های دیگه ایونت‌های پارتی‌های مختلفی داریم. همچنین چندین فیلمی که در ایران حاضر، یعنی در حال حاضر داره اکران میشه رو پخش کردیم.
سلام، خودم مهیا دقیق هستم، از دانشجوی دانشگاه یو بی سی خدمت شما هستم. من والیبال رو از سن 11 سالگی شروع کردم و تا الان هم که 27 سالم باشه تقریبا میشه 16 سال فکر کنم هستش که تقریبا دارم بازی میکنم. ساعت بازی ها ساعت خوبی بود، دو سه تا از تیم ها تیم های واقعا هماهنگی بودن. خب ما هم تیممون با هم خیلی بازی کرده بود تا حالا و تونستیم که خوشبختانه معاون قهرمانی رو بگیریم توی این بازی. این جایزه خیلی هم خوشگله، یه تیشرت هست. بسیار عالی، هر جو هستی محبا خیلی ممنون. ما نه مالا اول شدیم، حالا بکو اول شدیم، بکو اول شدیم. آپا دارت را ایوان، آپا دارت را ایوان. امضا رو می‌خواستی بگی. اوکی. اوکی، let's do it. خب این اگر جزء اسرار کار نیست می‌تونیم بگیم الان چی؟ خواهش می‌کنم. نه، داشتم یه سمک رو اوردر می‌دادم که از یه شرکتی بیاد. داشتم فرماش رو پر می‌کردم. اگر میخواین خودتون رو کوتاه برای کسی معرفی بکنین، چه چیزی خواهیم گفت بهش توی یک دو دقیقه؟ خواهش میکنم. من ممنونم از اینکه تشریف آوردید و همینطور از تلویزیون آریا که این فرصت رو به من دادن که بتونم صحبت کنم. من اودیولوژیست هستم. خب بخشی از تحصیلاتم رو در ایران انجام دادم و بخشیش رو در استرالیا. یه فرصتی داشتم برای فلوشیپم توی کره جنوبی که توی کره جنوبی بیشتر روی کاشت لزون و اینها کار کردم. بعد دوباره برگشتم ایران و یه مدت توی ایران کار کردم و بعدش فرصت پیش اومد که برم ایرلند و ایرلند کار کردم، بعد انگلیس کار کردم و بعد دکترام از امریکا گرفتم. مدتی است که الان کانادا هستم و خوشحالم که اینجا میتونم خدمتی بکنم به مردم و همینطور خصوصا جامعه ایرانی و بتونم که باری رو از رو دوششون بردارم. از گوششون یا گوششون؟ هر دوش دیگه. خب گوش خیلی مهم هست، یکی از حسایی هست که یا خود گوش عضوی هست که حسی رو برای ما تعمیم میکنه که شنوایی ما بهش میگیم و با شنیدن ما میتونیم کمیونیکیشنمون رو تکمیل تر بکنیم، چون وقتی گفتار انجام میشه برای اینکه این گفتار رو بتونیم بشنویم ما نیاز به حس شنوایی داریم و اگر شنوایی آسیب ببینه در اصل فرد گوشه‌گیر میشه و دچار مشکلات روحی
و همینطور دچار مشکلات تعادلی ممکنه بشه در آینده. یکی از مسائلی که بین مردم یعنی همه ماها به تبعش دچار هستیم اینه که دوست داریم وکس گوش رو کاملا خارج کنیم و گاهی اوقات این خارش ایجاد میکنه یا مشکلاتی ایجاد میکنه. بخاطر همین از ابزار مختلف استفاده میکنیم برای اینکه وکس گوش رو خارج بکنیم. این کار در اصل برای گوش مضره و نباید انجام بشه و من توصیه میکنم که حتما به یه متخصص مراجعه کنن تا اینکه وکس گوش رو خارج بکنن. و در ضمن هر بار که ما این وکس گوش رو خارج میکنیم در اصل باعث میشیم که وکس گوش بیشتر ایجاد بشه، بیشتر تولید بشه و اون مشکل رو بیشتر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که ما اینجا بیشتر شاید مردم دچارش باشن اینه که میرن وقتی شنا و یا استخر که میرن این کلر گوش میتونه به خود گوش، بافت گوش آسیب بزنه. بهتره که از محافظهای گوشی استفاده کنن تا اینکه این مسئله مشکلات پیش نیاد، چون ما یه بیماری داریم که بیماری گوش شناگران بهش اصطلاحا میگن که در اثر سردی آب و به خاطر مسئله مشکلات دیگه ایجاد میشه. خب سر صدا هم که میتونه شنوایی رو آسیب بهش بزنه دیگه، هر جایی که صدا باشه مثل کنسرت ها و مراسمایی که پر سر صدا هستن و یا آهنگ ها با صداهای بلند پخش میشن اونجا هم میتونن به شنوایی آسیب بزنن. بنابراین بهتره که از ایر پلاگ یا از محافظهای شنوایی استفاده بشه تو این زمین ها. خب خوب خوردن، سالم خوردن، سالم زیستن و اینکه ورزش بکنن حتما، همه ماها بهش نیاز داریم که بدنم رو فعال و سرحال نگه داریم. این هم باعث میشه که ما دیرتر دچار کم‌شنوایی بشیم یا اثرات پیری دیرتر خودشون نشون بدن. اولین قدم برای اینکه بشه به یه فرد که دچار کم‌شنوایی هست کمک کرد اینه که تشخیص به موقع و درست و صحیح کم‌شنوایی انجام بشه. برای این منظور ما اول یک تست شنوایی انجام میدیم و بر اساس اون تست شنوایی تشخیص میدیم که مشکل شنواییشون در کجاست و اگر نیاز به اقدامات درمانی و دارو داشته باشه یا جراحی که اون روال خودش رو داره و رفرال میشه به متخصصین. در غیر این صورت اگر کار درمانی نشه روی شنواییشون، کم شنواییشون انجام داد، معمولاً با سمعک میشه کم شنوایی رو جبران کرد. در مواردی هم که فرد دچار ناراحتی خاصی توی گوش که ما بهش میگیم تینیتوس یا تینیتوس که وزوز گوش هست که فرد دچار سرصدا تو گوشش میشه، اون رو هم ما کارهای خاصی میتونیم روش انجام بدیم و کمک کنیم به بیمار که ازش رنج نبره. و دیگه همینطور کسایی که دچار ناراحتی های تعادلی هستن میشه باشون ما کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که اون مشکلات تعادلیشون هم برطرف بشه. از چه دستگاه‌هایی استفاده می‌کنین؟ لطفاً اسمشون رو بگین، چون واقعاً یکی از هدف‌های این گفتگو این هستش که مردم آشنا بشن با امکاناتی که وجود داره و با تخصصایی که وجود داره که میتونه در واقع بهشون ارائه بشه. خب دستگاه‌های زیادی تو رشته ما ازشون استفاده میشه بستگی به کیفیت خود کلینیک و حجم کارشون. یکی از اساسی ترین دستگاهی که استفاده میشه دستگاه اودیومتر هست یا آدیومتر. این دستگاه میتونه کم‌شنوایی رو اندازه بگیره. به تبع یک کلینیک نیاز به یک اتاقک اکوستیک داره که بتونه سرصدای محیطی رو کنسل کنه تا بتونیم به راحتی کم‌شنوایی فرد رو اندازه یا سطح شنوایی فرد رو اندازه گیری کنیم. دستگاه تیمپانومتر هست که برای بررسی پرده گوش و همینطور استخوانچه ها و همینطور گوش داخلی استفاده میشه. این دستگاه میتونه به راحتی و بدون ایجاد درد
حرکت پرده گوش رو اندازه گیری کنه و به ما اون معیارهای لازم رو برای تشخیص ارائه بده. و همینطور دستگاه های دیگه ای هستن که برای تجویز سمک استفاده میشه و اونها میتونن دستگاهی هستن که میتونن سمک ها رو تنظیم کنن. سمک ها الان دیجیتال هستن و با کامپیوتر کاملا قابل تنظیمن. همینطور دستگاهی داریم که بهش ما ریلی میجرمنت میگیم، این برای اینه که بتونیم کانال مجرای خارجی گوش رو اندازه بگیریم. هر کسی مجرای خارجی گوشش با کسی دیگه فرق میکنه، به همین خاطر این دستگاه میتونه مقادیر اکوستیکی گوش رو اندازه گیری کنه و در تنظیم سمک به ما کمک بکنه. بر خود من جالبه که مراجعه کننده هاتون بیشتر از ایرانی ها هستن چون شما فارسی زبان هستین، یا از غیر ایرانی ها یا غیر فارسی زبان هم زیاد میان؟ چجوریه؟ من میتونم خدمتتون بگم که تقریبا 50-50 هست در مورد کلینیک من. من در جایی هستم که خب نزدیک پرشیا است و کسانی که فارسی صحبت میکنن و هموطنهای ما خیلی لطف دارن، میان اینجا به هر حال سوال میکنن، به هر حال میان این تو و میپرسن که آیا ما چه سرویس هایی رو داریم میدیم و این کمک میکنه که من بتونم بیشتر بهشون خدماتی رو ارائه بدم. میخوام اینجا راجع به زندگی در خارج از ایران، راجع به مهاجرت، راجع به تجربیاتی که توی مدت داشتیم شاید با مردم بخوایم بگیم الان جاشه، لطفاً بگیم. خب مهاجرت خودش مشکلات و دردهای خودش رو داره. فکر میکنم تمام ماها که مهاجر هستیم میدونیم، دور بودن از خانواده، دور بودن از دوستان، آشنایان، از اینی که آدم هموطناشو میبینه توی خارج از کشور و باهاش میتونه ارتباط برقرار کنه، از اینی که میتونه صمیمی بشه و دوستی ایجاد بکنه، خب این خودش خیلی خوشاینده و فکر میکنم که کمک میکنه به ما مهاجرین که بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم. و من خوشحالم که میتونم در جمع ایرانی ها اینجا زندگی کنم و باهاشون ارتباط داشته باشم. من کشورهای زیادی زندگی کردم و کار کردم. آدم هر جا که باشه به هر حال مشکلات خودش رو داره و مسلما نمیشه تو این وقت کوتاه راجع بهشون صحبت کرد. به نظر من کانادا کشور خوبیه و آدم میتونه رشد کنه. فرصت‌های کاری هست، فرصت‌های شغلی خوبی تو کانادا وجود دارن که آدم، خب به هر حال ما به عنوان یه ایمیگرنت باید خیلی تلاش بکنیم که خودمون رو نشون بدیم و طبیعتاً این از که من رو تا حالا تو کانادا نگه داشته. کدوم بخش از زندگی در کانادا رو بیشتر دوست دارین؟ یا کجای ونکوور رو بیشتر دوست دارین؟ سوال خیلی خوبیه. بر من خیلی مشکله. من دانتان رو بیشتر دوست دارم چون که تقریبا همه دنیا رو میشه دانتان دید، همه جور آدم، با تنوع کالچر و نوع برخورد و ظاهر متفاوت رو میشه همیشه دید. و یکی دیگه از چیزایی که توی دانتان خوبه اینه که همیشه در رفت آمد هستن، مردم همیشه هستن دست. شاید محیط های دیگه کانادا بیشتر از ساعت 5 و 6 به بعد دیگه توش جنب و جوشی دیده نمیشه. آمریکا یا کانادا؟ چون شما همونجا تحصیل کردین و کار کردین، هم اینجا، چه تفاوتایی داشته از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی یا موقعیت علمی که یا کار تخصصی که انجام دادین؟ خب آمریکا ادوانس‌تر هست تو خیلی از زمینه‌ها و به خاطر جمعیت بیشترش کار بیشتری میشه انجام داد و این باعث میشه که اونجا بیشتر کار رو بشه گسترده تر انجامش داد. اینجا جمعیت کمتره و همین نسبت میدونید زاویه کار هم و یا زوایای کار هم محدودتره. گفتین شما تدریس رو دوست دارید؟ بله.
یه خود لطفا توضیح بدین که کجا تدریس کردین و چه درسایی در واقع تدریس کردین و تجربتون از تدریس چی بوده؟ خب من این شانس رو داشتم که تو کشورهای مختلفی باشم و در دانشگاه‌های مختلف تدریس کنم، از جمله توی انگلیس، توی ایرلند، توی استرالیا یه بخشی از کارم تدریس بود و همینطور اینجا که هستم الان یک انستیتوی آنلاین دارم که دارم کار تدریسی میکنم و کورسایی رو برای همکارا میذارم که این خودش کمک میکنه من دائما خودم رو up to date کنم. این کورس ها میتونی بگید چی ها هست؟ بله، الان در حال حاضر تعداد کورس هم خیلی محدود هست ولی داریم با همکارای دیگه کمک میکنن که کورس های بیشتری بذاریم. بله، الان در رابطه با سرم منیجمنت هست، اوتاسکوپی هست، در رابطه با اینکه سایکولوژی آف هیرینگ لاس هست، اینا چیزاییه که بیشتر همکارا نیاز دارن که راجبش کار کنن. یه سوال آخر هم دوست دارم، هر صحبتی که خودتون دوست دارین داشته باشین تو این گفتگو. خب میخوام یه صحبت غیر تخصصی بکنم، به عنوان عضوی از این جامعه دوست دارم که ما همه ایرانی هستیم، همه به هر حال خیلی چیزها رو ترک کردیم اومدیم اینجا، خیلی وابستگی ها رو، خیلی صمیمیت ها رو، و اینجا خیلی خوبه که اون صمیمیت و دوستی رو بین هم ایجاد کنیم و کنار هم باشیم و اون جامعه ایرانی رو واقعا با اون فرهنگ زیبامون نشون بدیم به جوامع دیگه. دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا، اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول، اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری، پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کولومبیا. تلفن 604-915-9446.
خوشبختی ثمره آگاهی است. این شعار ما در کلینیک روان درمانی و مشاوره خانواده است. من پوران پور اقبال با همکاری یک تیم 10 نفر از متخصصین در خدمت فارسی زبانان عزیز در ونکوور بزرگ هستیم. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند، خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604 990 66 68.